خب میرسیم به SVG فیلترز. البته استایلایز هستن که راجعش صحبت میکنیم. در استایلایز رو بگیم. استایلایز ها کاری که انجام میدن میان یه استایل یا افکت میدن. اگر دقت کنین با استایل های فتوشاپ یا لیر استایل های فتوشاپ تقریبا هم نام هستن. مثلا گزینه دراپ شادو پریویو رو فعال میکنم، به کارم سایه میده. میتونم مشخص کنم مود سایه به چه صورت باشه، اوپاسیتی به چه صورت باشه، مقدار آفست به چه صورت باشه. و همین صورت تو کارتون ببینید مقدار محو شدگی و رنگش چی باشه یا مقدار تاریکی چقدر باشه. اوکی میکنم، روی کارم اعمال میشه. یه طراحی ساده داشتیم، الان یاد کنیم همین شکل رو راحت میتونین با دو تا دایره و یک ستاره ما حالتی رو شبیه فرض کنیم گیلاس و پرتقال رو کنار هم داشتیم. اصلا یکم اون پرتقالش یکم قسمت بالاش بزرگه، ولی همین حالت رو ایجاد کردیم. گروپ سلکشن برش زیادی نمیتونیم انجام بدیم چون روشون افکت ایجاد شده و اینکه کارهای دیگه رو باید انجام بدیم تا به اون حالت آزاد برسن. خب بعد استالایز دراپ شادو فیدر رو داریم، پریویو رو میزنم، بذاریم روی شکل دیگه تست کنیم. روی این شکل دیگه همون تست رو انجام میدیم، افکت استالایز فیدر، پریویو رو میزنم که نتیجه کار رو ببینم. میاد لبه های کار رو برای من محو میکنه در حالی که شکلم قابل ویرایش هست و میتونم ویرایش خاصی رو میخوام روش انجام بدم. میگم که اصلا بعد از کارهامون میتونیم اینها رو هم داشته باشیم. توی طراحی تصویرسازی این گزینه خیلی به دردتون میخوره، میتونیم بیاین روی لایه ها بزنیم و قسمت فیل اون تنظیمات رو که میخواین یا رنگ بندی رو که میخواین انجام بدیم تا به نتیجه دلخواهتون برسیم. البته بعدا گزینه های دیگه ای رو داریم و حتی میتونیم از این قسمت مود یا حالت لایه رو تغییر بدیم تا به اون چیزی که میخوام برسم. قسمت بعدی استایلز اینر گلو و اوتر گلو هستش. مجدد یه شکل رسم میکنم دو تا گزینه مثل همه، فقط یکی به صورت داخلی یکی هم به صورت خارجی این کار رو انجام میده. درخشندگی داخلی، درخشندگی بیرونی. به سمت داخلی ها فقط لبه های داخلی. رنگ رو هم اینجا میتونید تغییر بدید. خب اوتر گلو رو خودتون تست کنین، چیز خاصی نداره. بریم سراغ راوند کورنر. خب این گوشه ها رو گرد میکنه برای شکل هایی که میخواین و میتونین اوکی کنین. اسکریبل هم همونطور که میبینین یک حالت زیگزاگی روی کل شکل، یا بگم حالت مدادی، حالت مداد رنگی روی کل شکل برای من ایجاد میکنه با تغییر دادن ضخامت خط. یکی یکی بگم مثلا خط اوورلپ روی هم افتادگی مسیرها، وریشن تنوع یا تعداد اون فاصله کار، استروک بیت ضخامت استروک کارمون هست، کروینس اون حالت منحنی شدن کار رو مشخص میکنه، وریشن تراکمش رو و تنوعش رو، اسپیسینگ فاصله بینشون رو کم یا زیاد میکنه و وریشن برای این قسمت هم
خودش این حالت رو در نظر میگیره. پس این وریشن ها مربوط به خودشون هست. زاویه رو هم که میتونم اینجا مشخص کنم. خب ممکنه حالت های مختلفی باشه، ذخیره شده باشه. میتونید از این حالت ها هم استفاده کنید که با توجه به تنظیمات مختلف انجام شده. میتونید حتی نگاه کنید ببینید تنظیمات به چه صورت بوده که چه اتفاقی توی کار افتاده.